به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز بنده مهدی شمشیری هستم با آموزش محیط های نالج و کاتالوگ ادیتور در خدمت شما در ابتدا مقدمه در رابطه با این دوره‌ای که شما تهیه کردید خدمتتون ارائه می کنم نرم افزار یا یک نرم افزار مهندسی هستش که در زمینه رشته مهندسی مکانیک، صنایع، هوا و فضا بسیار کاربرد داره. نرم افزار کتیا سه کار عمده رو برای ما انجام میده کد، کم و سی کمتر نرم افزار طراحی مهندسی وجود داره که این سه کار رو به صورت قدرتمند برای ما انجام بده کد به معنی طراحی به کمک کامپیوتر کم به معنی ساخت به کمک کامپیوتر و سی ای به معنی تحلیل مهندسی توسط کامپیوتر می باشد. نرم کتیا در زمینه کت و کم بسیار قدرتمنده ولی در زمینه سی ای یک مقدار از خودش ضعف نشون داده و مانند نرم افزار آباکوس قدرت چندانی نداره ولی خب برای کارهای سطحی و پیش پا افتاده میتونیم از این قسمت هم استفاده بکنیم نرم کتیا در صنایع مختلفی کاربرد داره داخل ایران داره جا باز میکنه و بسیاری از صنایع از اون استفاده میکنه صنعت خودروسازی، لوله‌کشی، ورقکاری و صنایع دیگه از این نرم افزار بسیار استفاده می‌کنن و از این نرم افزار کمک می‌گیرن. می‌بینیم سراغ ویژگی‌های نرم افزار کتیا. نرم افزار کتیا یا به صورت کامل کامپیوتر Aided 3 دایمنشنال اینتراکتیو اپلیکیشن یک نرم افزار طراحی صنعتی هستش که توسط شرکت داسو سیستمز طراحی شده. شرکت داسو سیستمز نرم افزار سالید ورکس رو هم داخل رزومه خودش داره و این نرم رو هم تولید کرده نرم افزار کتیا بیش از 100 محیط قدرتمند رو داره که تمام مهندسین از این محیط ها میتونن استفاده کنن و در دسترس همه افراد هستش ما تقریبا تمام قطعات موجود در صنعت رو میتونیم با استفاده از نرم افزار کتیا مدل سازی کنیم و از این نرم افزار استفاده کنیم. داخل پرانتز خدمتتون ارز کنم که هواپیمای بوینگ رو هم با استفاده از نرم افزار کتیا طراحی کردن و با استفاده از نرم افزار کتیا تونستن هواپیمای بوینگ رو بسازن. پس متوجه میشیم که نرم افزار کتیا خیلی کاربرد داره و در صنعت و در دنیا بسیار کاربردیه. میریم سراغ محیط نالج Advisor. شاید خیلی از شما طراحی پارامتریک به گوشتون خورده باشه یا با این محیط کار کرده باشید ولی ای داخل این دوره میخوایم ما به صورت تخصصی و حرفه از این محیط استفاده کنیم و در نهایت کاتالوگ قطعات مورد نظرمون رو طراحی کنیم برای ورود به محیط نالج ادوایزر از قسمت استارت نالج ور رو انتخاب میکنیم و محیط نالج ادوایزر در این قسمت برای ما قابل مشاهده است با کلیک کردن روی این محیط ما میتونیم وارد محیط نالج بشیم و از ابزارهای اون استفاده کنیم. محیط نالج ادوایزر ویژگی های مختلفی داره از جمله فرمون نویسی این محیط دارای پارامترهای فراونیه که داخل نرم افزار من بیشتر به شما توضیح میدم. میتونیم اشکال مختلف رو ما به صورت پارامتریک تبدیل کنیم. شکل های دو بودی یا سه بودی هیچ فرقی نمیکنه. البته بیشتر قطعات پارامتریک شده توسط نرم افزار کتیا در محیط سه کاربرد داره و استفاده میشه و در نهایت یک جعبه ابزار بسیار مهم داخل این محیط وجود داره که در اکثر محیط های کتیا این جعبه ابزار رو داریم و میتونیم از اون استفاده کنیم این تصویری که اینجا ملاحظه میکنید ابزار فرمول نویسی داخل محیط نالج ادوایزر هستش جو ابزار مهم نالج هم در این قسمت برای شما قابل مشاهده است. میریم سراغ محیط دیزاین تیبل. ویژگی‌های های این محیط این هست که میتونیم یک قطعه رو با ابعاد مختلف ایجاد کنیم بدون اینکه وقتمون رو صرف طراحی ابعاد مختلفی قطعه کنیم. برای این مثال ما میتونیم یک قطعه رو در سایزهای مختلف ایجاد کنیم و از اونها استفاده کنیم. به کمک این محیط میتونیم کاتالوگ مورد نظرمون رو طراحی کنیم و بسازیم همونطور که گفتم میتونیم ما یک قطعه رو در ابعاد مختلف ایجاد کنیم و با یک کلیک قطعه با ابعاد مختلف رو در دسترس داشته باشیم پس این محیط باعث میشه که ما سرعتمون داخل طراحی افزایش پیدا کنه برای ورود به محیط طراحی کاتالوگ با استفاده از دیزاین تیبل از قسمت استارت این فراستراکچر رو انتخاب می‌کنیم و محیط کاتالوگ ادیتور برای ما قابل مشاهده است روی اون کلیک میکنیم و وارد محیط طراحی کاتالوگ میشیم میریم سراغ ویژگی‌های محیط کاتالوگ ادیتور این محیط باعث افزایش سرعت ما میشه دقت طراحی ما رو بالا میبره به این صورت که ما با دقت قطعه اولیه رو طراحی میکنیم و قطعات بعدی با همون دقت اولیه ایجاد میشه و در دسترس ماست قطعات استاندارد رو میتونیم با استفاده از این محیط ایجاد کنیم مثل پیچ هایی که داخل نرم افزار کتیا وجود داره و در نهایت میتونیم کاتالوگ شخصی خودمون رو به وجود بیاریم و در صنعت از اون استفاده کنیم داخل محیط نرم افزار کتیا من قسمت کاتالوگ رو حتما به شما نشون میدم کاتالوگ مکانیه که قطعات استاندارد داخل اون قرار داره همونطور که ملاحظه میکنید برای مثال استانداردهای مختلف پیچ رو برای شما نشون دادم که داخل نرمافزار افزار کتیا شما میتونید از این پیچ ها استفاده کنید سایزهای های مختلفی داره که نیاز نیست شما دوباره بیاید این پیچ ها رو طراحی کنید این پیچ ها به صورت طراحی شده داخل نرمافزار افزار کتیا وجود داره و میتونید از آنها استفاده کنید علاوه بر پیچ ها شما از پین ها و مهره های مختلف با ابعاد مختلف و استانداردهای خاص خودشون استفاده کنید و در طراحیتون پیچ مختلف رو داشته باشید پس دیگه نیاز نیست که ما پیچ مختلف رو طراحی کنیم ما هم میخوایم دقیقا همین کار رو انجام بدیم و یک قطعه رو طراحی کنیم و صدها یا دهها از اون قطعه رو برای خودمون داشته باشیم و دیگه نیاز نباشه هر سری در طراحیمون بخوایم یک قطعه رو چند باره طراحی کنیم و سرعتمون گرفته بشه میریم سراغ مسیر آموزشمون داخل این دوره در شروع جعب و ابزارها رو من به صورت کامل توضیح میدم برای هر آموزشی که من به شما میدم یک مثال خیلی کامل رو ارائه میکنم هدفمون ایجاد کاتالوگ شخصی از قطعه است و مدلسازی سازی پارامتریک قطعات و در پایان حل یک تمرین مهم و ایجاد کاتالوگ اون رو با هم انجام میدیم و شما یاد میگیرید که قطعات مورد نظرتون رو چطور مدل سازی کنید و کاتالوگ شخصیتون رو ایجاد کنید در این قسمت از آموزش طراحی پارامتریک رو با استفاده از جعبه ابزار نالج شروع می‌کنیم. برای اینکه ما از جعبه ابزار نالج استفاده کنیم، نیازه که وارد محیط نالج بشیم و ادامه کار رو اونجا انجام بدیم. از قسمت استارت نالج رو انتخاب می‌کنیم و نالج ادوایزر در این قسمت برای ما قابل مشاهده است. من روی اون کلیک می‌کنم تا محیط نالج برای ما باز بشه. صفحه اول این محیط مثل محیط های دیگه ای کتیا تصویر آبی رنگی وجود داره و میتونیم طراحیامون رو داخل اون انجام بدیم. در قسمت پایین همونجور که ملاحظه میکنید جعب ابزار نالج اینجا وجود داره یک جعب ابزار بسیار پرکاربرد هستش که داخل اکثر محیط های کتیا وجود داره. به علت کاربرد زیاد اون این جعب ابزار رو جدا کردم و داخل تمام محیط ها گذاشتن تا بتونیم داخل اون محیط ها هم از این استفاده کنیم داخل محیط اسکچر و پارت دیزاین این جعبه ابزار وجود داره و ما طراحیامون رو اونجا انجام میدیم پس نیاز نیستش که ما داخل محیط نالج باشیم و میتونیم با استفاده از محیط های پارت دیزاین و اسکچر طراحی پارامتریک رو انجام بدیم پس من این پنجره رو میبندم از قسمت استارت، مکانیکال دیزاین و اسکچر رو انتخاب میکنم تا وارد محیط اسکچرمون بشیم. محیط اسکچر همون محیط دو نرم افزار کاتیاس. زمانی که محیط اسکچر رو ما انتخاب میکنیم با این پنجره روبرو می‌شیم که باید ما اطلاعات این پنجره رو بدونیم. قسمت اول که میتونیم نام قطعمون رو وارد کنیم. هر نامی که دوست داشتید شما می‌تونید وارد کنید. من همون پارت یک رو قرار میدم و انتخابش میکنم قسمت اول enable hybrid design هستش که باید این تیک برای ما همیشه روشن باشه زمانی که ما میخوایم طراحی سطوح رو انجام بدیم باید این تیک رو خاموش کنیم و تیک دوم رو روشن بذاریم تیک دوم جیومتریکال ست هستش که یک پنجره جدا داخل نمودار درختی برای ما ایجاد میکنه و تمام خطوط سطوح و المان‌های مربوط به طراحی سطح داخل یک پنجره جدا در نمودار درختی قرار میگیره این کار به خاطر نظم بیشتر طراحیمون هستش و باعث میشه که طراحی ما و نمودار درختی ما شلوغ نباشه و ما بتونیم به راحتی شکلمون رو ویرایش کنیم و تمام خطوط و سطوحمون برای ما در دسترس باشه و با همدیگه قاطی نشن پس دقت داشته باشید که همیشه تیک اول باید فعال باشه در طراحی پارامتریک تا بتونیم به درستی طراحی پارامتریک رو انجام بدیم بعد از اینکه این توضیحات رو اعمال کردید روی دکمه اوکی کلیک کنید تا وارد محیط اسکچر بشید خب برای ورود به محیط اسکچر ما از محیط پارت دیزاین بعد وارد بشیم برای این کار اگر دقت کنید ابزار اسکچر ما هنوز روشنه یعنی ما میخوایم وارد محیط اسکچر بشیم برای این کار فقط نیازه که یک صفحه رو انتخاب کنیم از اونجایی که محیط ما محیط دو بودی هست ما کلا سه تا صفحه داخل نرم کتیا داریم که میتونیم یکی از اونها رو استفاده کنیم من x رو انتخاب میکنم بعد از اینکه روی صفحه کلیک کردم بلافاصله وارد محیط دو یا محیط اسکشرمون میشیم همونطور که ملاحظه میکنید قسمت انتهای صفحهمون همون, همون جعبه ابزار وجود داره و ما میتونیم از اون استفاده کنیم من طراحی پارامتریک دو بودی رو برای شما توضیح میدم و برای اون سه تا مثال میخوایم حل کنیم. عمده ترین کار داخل طراحی پارامتریک پارامتریک کردن اشکال سبودی هستش که هدف اصلی دوره ما هم می باشد. پس شما با طراحی پارامتریک دو بودی شروع می کنید و در نهایت طراحی سه بودی رو یاد میگیرید. برای این جلسه ما ابزار فرمولا رو میخوایم انتخاب کنیم و آموزش ها رو روی اون به شما توضیح بدیم. من جب ابزار فرمولا رو باز می کنم. همونطور که ملاحظه می کنید های مختلفی روی این ابزار وجود داره یک ابزار خیلی پیچیده ای هستش که باید شما تک تک ابزارهای اون رو یاد بگیرید کمتر ابزاری داخل نرم افزار ها وجود داره که انقدر گستردگی داشته باشه و انقدر موارد مختلفی رو باید شما داخل اون رعایت کنید برای آموزش این ابزار من نیازه که یک مستطیل رو ترسیم کنم ما با مثال میخوایم این ابزار رو به شما آموزش بدیم پس من این جو ابزار رو میبندم یک مستطیل با عباد دلخواه ترسیم میکنم به این صورت در این قسمت و نیازه که ما با استفاده از ابزار اندازه گذاری اندازه های این زل رو وارد کنیم و همچنین اندازه این زلمون رو پس ما دو تا زل داشتیم و دو تا زل رو اندازه گذاری کردیم تر روی پارامتریک به ما کمک میکنه که این زل رو برای مثال نسبت به این زل پارامتریکش بکنیم به این صورت که برای مثال زمانی که این زل 100 میلیمتر باشه این زل 200 میلیمتر باشه یعنی این زل ما دو برابر این زل امون بشه برای مثال اگه این 200 میلیمتر باشه این باید 400 میلیمتر بشه من الان میخوام این کار رو انجام بدم با استفاده از ابزار فرمولا روی ابزار کلیک میکنیم جب ابزار ما به این صورت باز میشه برای این کار ما روی زل مورد نظر ما انتخاب میکنیم دقت داشته باشید که روی اندازه اون باید کلیک کنید بعد از اینکه این کار رو انجام دادید نام اون زیلتون اینجا نوشته میشه و اندازه اون هم اینجا وجود داره که میتونیم اون رو به این صورت در این قسمت تغییر بدیم ما نیاز نداریم که اون رو تغییر بدیم بعد از اینکه زیل مورد نظر رو انتخاب کردیم اد فرمولار رو انتخاب میکنیم وارد یک محیط جدیدی میشیم که فرمول نویسی داخل این محیط برای ما انجام میشه بعد از اینکه وارد محیط جدیدمون شدیم ببینید یک Fx اینجا نوشته شده این به این معنیه که این زلمون داره فرمول نویسی میشه داخل این پنجره جدید همونطور که ملاحظه میکنید اسم زلی که ما انتخاب کردیم اینجا وجود داره یک مساوی هم روبروی اون قرار گرفته پس قرار ما فرمولمون رو اینجا یادداشت کنیم برای نوشتن فرمول ما روی زل دوممون کلیک میکنیم و میتونیم عدد مورد نظرمون رو وارد کنیم برای مثال من ضرب داره سه رو انتخاب میکنم به این معنیه که این زلی که ما انتخاب کردیم زمانی که ضرب داره سه بشه برابر با این زل اولیه ما بود که انتخاب کردیم حالا من اوکی میکنم تا تغییرات رو با هم ملاحظه کنید بعد از اینکه اوکی کردم همونطور که ملاحظه میکنید این زل امون سه برابر این زل دومی امون هستش من اوکی میکنم و یک مقداری زوم می‌کنیم تا تغییرات رو با هم ملاحظه کنیم من اندازه این زل رو تغییر میدم به 100 میلی mm. متر اوکی می‌کنم کنم همونطور که ملاحظه می‌کنید این زل امون 300 میلی mm متر شد حالا شما هر تغییری داخل این زلتون به وجود بیارید این زلتون هم به همون نسبت تغییر میکنه و دیگه نیاز نیستش که دو تا زلتون رو بخواید اندازه گذاری کنید و اندازه اون رو تغییر بدید پس یاد گرفتید شما با استفاده از فرمول نویسی و پارامتریک کردن کارتون رو سبکتر کنید و کارتون به سرعت پیش بره و تون قوی تر بشه. ای یک نمونه دو بودی بود داخل نمونه های سه بودی بیشتر کاربرد داره و ما برای پارامتریک کردن پیچ ها و پین های مختلف میتونیم از این روش استفاده کنیم تا کاتالوگ مورد نظرمون رو طراحی کنیم. در ادامه من میخوام طول این زلمون رو تغییر بدم برای مثال اون رو 200 میلیمتر در نظر بگیرم ببینم آیا این زلمون تغییر میکنه یا خیر دوبار روی اون کلیک میکنم همونجا که ملاحظه میکنید اندازه گذاری برای ما قفل شده و ما نمیتونیم اون رو تغییر بدیم این به این معنیه که این زلمون پارامتریک شده و نسبت به یک زل دیگه اندازه خودش رو میگیره و ما قدرت این کار رو نداریم که اندازه اون رو تغییر بدیم فقط یک راهی وجود داره که میتونیم این کار رو انجام بدیم من راست کلیک میکنم روی اون فرمولا رو انتخاب میکنم و اون رو دی اکتیف میکنم بعد از اینکه اون رو غیر فعالش کردیم اوکی میکنیم اندازه اون دیگه برای ما آزاده که تغییر بکنه و هر اندازه دلخواهی که ما نیاز داریم پس ما فرمول اون و پارامتری کردن اون رو از بین بردیم و دوباره مثل حالت اول میتونیم اندازه دلخواهمون رو وارد کنیم من دوباره اون رو به صورت پارامتریک در میارم سر مورد رو انتخاب میکنم عد فرمولا رو انتخاب میکنیم زر دوم و برای مثال ضرب چهارش میکنیم و اوکی میکنم این رو هم اوکی میکنیم و دوباره حالت پارامتریکمون رو داریم این بار میخوایم یک تغییری داخل تنظیمات نرم افزار کتیا به وجود بیاریم تا داخل نمودار درختیمون هم این تغییرات و این پارامتریک کردن دیده بشه همونطور که ملاحظه میکنید هیچ اتفاقی داخل نمودار درختیمون ایجاد نشده اگه شما تنظیمات پیشفرز کتیا رو داخل سیستمتون داشته باشید مانند سیستم من هیچ تغییراتی رو ملاحظه نمی برای اینکه بتونید پارامتریک ها و فرمول هایی که نوشید رو داخل نمودار درختی بیارید نیازه که با استفاده از تنظیمات کتیا یک سری تنظیمات رو اعمال کنید برای این کار از قسمت Tools آپشن رو انتخاب می‌کنیم تا وارد آپشن یا همون تنظیمات نرم افزار کتیا بشیم یک مقداری صبر می‌کنیم تا تنظیمات کتیا باز بشه چون که تنظیمات کتیا یک مقداری سنگینه یک مقداری زمان میبره تا ما پنجره اون رو ببینیم یک نکته اینجا خدمتتون عرض کنم تنظیمات کتیا بسیار گسترده است و نمیتونیم داخل یک جلسه تمام تنظیمات رو یاد بگیریم نیازه که شما به مرور زمان با افزایش تجربتون تنظیمات کتیا رو هم کنار نرم افزار کتیا یاد بگیرید. برای اینکه ما فرمول ها رو بتونیم داخل نرم افزار کتیا و نمودار درختی ببینیم از قسمت اینفراستراکچر قسمت پارت رو انتخاب میکنیم در سربرگ بالا دیسپلی رو انتخاب میکنیم همونطور که ملاحظه میکنید چراغ اول چراغ پنجم و ششم برای ما روشنه شما تیک پارامترها و ریلیشن رو انتخاب کنید بعد از اینکه اونها رو روشن کردید اوکی کنید تا تغییرات داخل نمودار درختی برای شما قابل مشاهده باشه همونطور که میبینید بعد از اینکه ما اوکی کردیم یک پنجره جدیدی برای ما باز شده به نام ریلیشن که تمام پارامترها و فرمولهایی که نوشیم زیر مجموعه اون قرار میگیره و میتونیم اونها رو ما ببینیم من اون رو باز میکنم قسمت اول همون فرمولی بود که ما دیاکتیوش کردیم و قسمت دوم که ضرب در چهار نوشته فرمولی که ما در مرحله دوم نوشیم و برای ما قابل مشاهده است همونطور که میبینید نام پارامترهای ما یک مقداری طولانی هستن و شکل زیبایی رو به خودش ندیده ما می خواهیم نام اینها رو عوض کنیم برای این کار من دوباره روی ابزار فرمولا کلیک میکنم دوباره زل مورد نظر رو انتخاب میکنم و در این قسمت می‌تونیم ما نام اون رو به هر مقدار و هر میزانی که خواستیم تغییر بدیم و اینجا واردش کنیم. من برای مثال A رو وارد می‌کنم و برای زل دوممون هم B رو وارد می‌کنم و به این صورت اوکی OK می‌کنم. دوباره قسمت فرمول‌ها رو باز می‌کنیم. همونطور که می‌بینید اسمشون کوچیک شد و اسم بهتری هست برای اونها و پیچیدگی خاصی نداره و ما کاملا متوجه میشیم که این فرمول ها برای کدوم زلا هستش. در این قسمت از آموزش روش ایجاد پارامتر جدید رو با هم یاد میگیریم. برای این کار من از قسمت استارت مکانیکال دیزاین پارت دیزاین رو انتخاب میکنم تا وارد محیط سه بودیمون بشیم و از محیط سه بودی وارد محیط دو بودی بشیم. این پنجره رو اوکی میکنیم با نام پیشفرز بعد از اینکه وارد محیط 3 بودی شدیم با استفاده از یکی از این صفحات وارد محیط دو بودی میشیم من صفحه XY رو انتخاب میکنم روی دکمه اسکش کلیک میکنم تا وارد محیط دو بودی بشیم بعد از اینکه وارد محیط دو بودی شدیم نیازه که یک اسکش رو من ترسیم کنم تا پارامترهای جدید رو روی اون اعمال کنیم بعد از اینکه مستطیل رو ترسیم کردیم با استفاده از ابزار اندازه من ازلا رو اندازه گذاری میکنم با اندازه های دلخواه اندازه زیاد برای ما مهم نیست ما اندازه رو داخل پارامترها میتونیم تغییر بدیم بعد از اینکه مستطیل اندازه گذاری شد از قسمت جعبه ابزار نالج فرمولا رو انتخاب میکنم تا پنجره این ابزار برای ما باز بشه بعد از اینکه پنجره ابزار فرمولا برای ما باز شد در قسمت پایین یک بخشی داریم که پارامترهای مختلف نرم افزار کتیا در این قسمت وجود داره که شما میتونید در مسائل مختلف از این پارامترها استفاده کنید. با توجه به اهمیت و کاربرد این پارامترها به ترتیب از بالا به پایین مرتب شدن. برای مثال پارامتر ریل ترین پارامتر داخل نرم افزار کتیا هست و در نهایت به پارامترهای کم می رسیم و اونها در این قسمت وجود دارن مثل خط، مثل نقطه، مثل منحنی و صفحه. پس ما چهار تا پارامتر اول رو به شما توضیح میدیم چون مهمترین پارامترهای نرم افزار کتیا هستن. این چهار تا پارامتر هیچ واحدی ندارن و مانند مساحت که واحد داره مانند چگالی که واحد داره این چهار تا پارامتر برای ما واحدی ندارن. پارامتر ریل عدد حقیقی هستش مثل عدد دو ممیز دویست و شش. این یک عدد حقیقی هستش. پارامتر دوم پارامتر اینتیجر هستش که عدد صحیح رو برای ما نشون میده. عدد صحیح مثل عدد 6 هستش که ما از قبل این رو میدونستیم. پارامتر پرکاربرد بدی و پارامتر سوم ما پارامتر استرینگ هستش. پارامتر استرینگ اسم استاندارد رو برای ما نشون میده. اگه شما با اسمای استاندارد آشنایی داشته باشید و پیچ های استاندارد رو شنیده باشید پیچ M12 یکی از پیچ‌های استاندارد هستش که داخل صنعت استفاده میشه و M12 نام استانداردیه که به این پیچ اختصاص داده شده. پس شما زمانی که میخواهید برای خودتون کاتالوگ به وجود بیارید که در انتهای دوره به شما آموزش میدم، باید از این پارامتر استفاده کنید و یک اسم استاندارد رو برای کاتالوگ خودتون به وجود بیارید. پارامتر مهم و پارامتر چهارم ما که داخل لیست پارامترها وجود داره پارامتر بولین هستش که پارامتر دو شرطی رو برای ما نشون میده مثل درست یا غلط این یک پارامتر دو شرطی هست و در بسیاری از موارد هم از این پارامتر ما میتونیم استفاده کنیم ما بقیه پارامتر رو برای شما آشنا هستش مثل مساحت مثل انرژی نیرو زمان حجم زاویه طول اینها پارامترهایی هستند که حتما از اینها استفاده میکنیم الان من برای مثال میخوام پارامتر مساحت رو به وجود بیارم برای به وجود آوردن یک پارامتر جدید ما روی اون پارامتر باید کلیک کنیم و پارامتر برای ما اینجا نوشته میشه ولی خب پارامتر برای ما به وجود نیومده و ما لیست رو نگاه میکنیم تا مطمئن بشیم پارامتر مساحت اینجا وجود نداره همونطور که میبینید داخل لیست ما هیچ پارامتر مساحتی دیده نمیشه برای اینکه پارامتر ما به وجود بیاد نیازه که روی این دکمه نیو پارامتر of تایپ انتخاب کنیم تا مساحت برای ما ایجاد بشه بعد از اینکه روی این دکمه کلیک کردیم مساحت اینجا ایجاد شد مقابل اون اندازش رو صفر متر مربع نوشته و ما اینجا میبینیمش برای اینکه ما این مساحت رو تغییر بدیم از این قسمت میتونیم اون رو تغییر بدیم و به اندازه دلخواه تبدیلش کنیم من صفرش میکنم چون نیاز نداریم این رو تغییر بدیم روش دومی که میتونیم این صفر رو تغییر بدیم از قسمت اد فرمولا هستش که میتونیم یک فرمول جدید رو برای مساحتمون در نظر بگیریم برای این کار من فرمول همین مستطیلی که اینجا ترسیم کردم رو قرار بنویسم و مساحت مستطیلمون رو به وجود بیارم قبل از اینکه ما بخوایم مساحتمون رو تغییر بدیم نیازه که نام این اضلاع رو هم تغییر بدیم من برای اینکه نامشون رو تغییر بدم روی اون کلیک کنم در این قسمت انتخاب شد و اندازه اون مقابل اون نوشته شده در این قسمت میتونیم نامش رو تغییر بدیم من نام A رو در نظر میگیرم برای زل دوم هم نام اون رو تغییر میدم نام B رو برای اون در نظر میگیرم میتونیم اندازش رو هم اینجا تغییر بدیم من مثلا 136 میلیمتر رو در نظر میگیرم براش و بهتره که نام پارامتر مساحتمون رو هم تغییر بدیم تا نظمی به کارمون بدیم این قسمت وجود داره من نام این رو هم C در نظر میگیرم پس مساحت ما با نام C تعریف شد بعد از اینکه نامش رو تغییر دادیم روی دکمه اپلای کلیک میکنیم تا نام اون تغییر بشه و داخل سیستم ثبت بشه در این قسمت همونطور که ملاحظه میکنید قسمت فرمولا هیچ فرمولی نوشته نشده این نشون میده که میتونیم نام اون رو فقط از این قسمت تغییر بدیم زمانی که بهش فرمول بدیم دیگه این قسمت قفل میشه و نمیتونیم ما مقدار اون رو تغییر بدیم برای اینکه ما فرمول رو به مساحتمون اختصاص بدیم از قسمت اد فرمولا این کار رو انجام میدیم پنجره فرمول نویسی برای ما باز شد قسمت سی همونطور که ملاحظه میکنید نوشته شده این مساحت ما بود مساوی با چه چیزی ببینید مساحت مساوی با طول ضرب در عرض من این زل رو انتخاب میکنم ضرب در زل می میکنم به این صورت بعد از اینکه از رو انتخاب کردیم اوکی میکنیم و وارد پنجره قبلی میشیم بعد از اینکه فرمول نویسی رو ما انجام دادیم همونطور که میبینید در قسمت مقدار مساحتمون تغییر کرده و دیگه نمیتونیم از این قسمت ما مساحتمون رو عوض کنیم پس مساحتمون فیکس شده و بستگی داره به طول و عرض این مستطیلمون در قسمت فرمول ها هم همونطور که ملاحظه میکنید a زب داره وجود داره و این نشون میده که طول و عرض رو ما ضرب در هم کردیم و مساحت رو به وجود آوردیم و نشون میده که اکتیو هست و این فرمول و رابطه برای ما فعاله بعد از اینکه ما این کار رو انجام دادیم اوکی میکنیم و حالا میریم سراغ نمودار درختیمون بعد از اینکه ما فرمول نویسی کردیم میبینیم داخل نمودار درختیمون چه اتفاقی افتاده در قسمت پارامترها همونطور که میبینید یک پارامتر جدید داریم به نام پارامتر C که مقدار اون برای ما مشخص نیست که چقدر هست ما قرار از قسمت تنظیمات کتیا یک مقداری برای مساحتمون ایجاد کنیم و با تنظیم کردن تنظیمات کتیا بتونیم مقدار رو داخل نمودار درختی ببینیم قسمت رابطه ها هم ببینیم فرمولی که نوشتیم اینجا وجود داره و میتونیم اون رو استفاده کنیم پس ما برای تنظیمات از قسمت تولز آپشن رو انتخاب میکنیم بعد از اینکه تنظیمات کتیا برای ما باز شد از قسمت پارامتر زن میجر قسمت اول رو وید رو روشن میکنیم تا مقدار رو برای ما نشون میده بعد از اینکه ما این تیک رو روشن کردیم اوکی میکنم همونطور که میبینید بعد از اینکه اوکی شد مقدار رو هم داخل پارامترها برای ما نشون میده این باعث میشه که ما دقت طراحیمون بره بالا و دچار خطا نشیم شما به عنوان یک طراح باید از نمودار درختیتون خیلی استفاده کنید مثل یک چراغ راه برای شماستا طراحیتون دچار خطا نشه پس همیشه این پارامترها باید باز باشه و شما از اونها استفاده کنید برای مثال من میخوام طول و عرض این مستطیل رو تغییر بدم هزار وارد میکنم یک مقداری شکل کوچیک میکنیم و این زل رو هم دو هزار در نظر میگیرم و اوکی میکنم همونطور که میبینید مساحت مستطیل ما دو متر مربع در نظر گرفته شد. اینها رو به میلیمتر وارد کردیم. به صورت سیستمی اون رو به متر تبدیل کرده. این میشه یک متر، این میشه دو متر، دو ضرب در یک میشه دو. پس مساحت ما میشه دو متر مربع. به همین سادگی ما تونستیم با یک فرمول ساده مساحت این مستطیلمون رو به صورت پارامتریک وارد کنیم و به دست بیاریم. در قسمت‌های بعدی، تنظیمات کتیا رو با هم یاد می‌گیریم و سه تا مثال از طراحی پارامتریک بودی برای شما ارائه می‌کنیم. در این قسمت از آموزش شما با تنظیمات نرم‌افزار کتیا بیشتر آشنا می‌شید. برای اینکه ما تنظیمات کتیا رو یاد بگیریم، از قسمت تولز آپشن رو انتخاب می‌کنیم تا پنجره تنظیمات کتیا برای ما باز بشه. شما نمیتونید تنظیمات کتیا رو به سرعت در چند جلسه یاد بگیرید. با توجه به اینکه تنظیمات کتیا گسترده است، شما به مرور زمان این تنظیمات رو باید یاد بگیرید و از اونها استفاده کنید. همونطور که ملاحظه می‌کنید، تنظیمات کتیا دارای چند بخش هستش. قسمت نمودار درختی که ملاحظه می‌کنید، مثل نمودار درختی نم افزار کتیا است که تمام محیط و ابزارهایی که ما میخوایم اونها رو تغییر بدیم در این قسمت قرار دارن یه قسمتی وجود داره که ما تنظیمات رو میتونیم تغییر بدیم و در قسمت پایین بخشی وجود داره که ما میتونیم تنظیمات اعمال شده رو ریست کنیم و حالت تنظیمات کتیا رو به حالت اولیه در بیاریم شاید شما با تنظیمات نرم کتیا آشنا نباشید و با تغییر داخل تنظیمات کتیا به مشکل بر بخورید با زدن دکمه ریست تمام تغییرات به حالت اولیه در میاد برای شروع من از نمودار درختی شروع میکنم و مهمترین بخش های تنظیمات کتیا رو به شما آموزش میدم بخش اول بخش جنرال هستش که تنظیمات کلی و عمومی نرمافزار افزار کتیا اینجا اتفاق میفته سرورک های مختلفی داره که شما میتونید تنظیمات عمومی نرمافزار افزار کتیا رو به حالت مورد نظر خودتون درش بیارید در قسمت اول P1, P2 و p قرار داره اینها حالت های کلی صفحه نرمافزار افزار کتیا هستش حالت دوم ما همیشه از اون استفاده میکنیم و استاندارد ترین حالت نرمافزار افزار کتیا است استایل اول استایلی هستش که پنجره کمند نویسی نداره این پنجره پایینی نیستش استایل دوم استایل استانداردی هستش که هم کمند نویسی داره و هم یک محیط کاملا راحتی داره و شما میتونید از اون استفاده کنید و استایل سوم که پیسه هستش خیلی زیباست ولی در سیستم های معمولی ممکنه هنگ کنه و نتونه سیستم شما کتیا رو اجرا کنه پس این استایل برای سیستم های قوی هستش و ما از اون استفاده نمی کنیم اگر شما خواستید استایلتون رو تغییر بدید با انتخاب کردن روی اون یک اروری برای شما میاد که به ما میگه باید کتیا رو شما ببندید و دوباره باز کنید تا حالت استایلتون تغییر کنه پس ما کاری نداریم با این ما نمیخوایم استایلمون رو تغییر بدیم پس اگه شما خواستید استایل رو تغییر بدید نیازه که کتیا رو ببندید و دوباره اون رو باز کنید من استایل رو به حالت پیش فرض در میارم قسمت بعدی که وجود داره قسمت دیتا سیف هستش که ما میتونیم اطلاعاتی که طراحی کردیم رو سیو کنیم ولی این کار رو به صورت خودکار انجام میده قسمت دوم دو رو نگاه کنید اتوماتیک بکاپ هر سی دقیقه برای ما یک بکاپ رو میگیره تا طراحی انجام شدهمون از دستمون نره برای مثال داخل سیستم یا داخل نرم افزار کتیا یک اتفاقی میفته و نرم افزار هنگ میکنه مجبور میشیم که وسط طراحی بدون اینکه سیو را انجام بدیم کتیا رو ببندیم و تمام طراحیهایی که انجام دادیم از بین میره نرم افزار کتیا برای اینکه از این امر جلوگیری کنه هر سی دقیقه به صورت اتوماتیک برای ما سیو میکنه تا اطلاعاتمون ذخیره بشه و زمانی که ها رو دوباره باز کردیم یک اروری برای ما میاد که از ما سوال میپرسه آیا میخواید سی دقیقه آخر طراحیتون رو برای شما بارگذاری کنم تا ادامه اون رو انجام بدید یا خیر با زدن دکمه تمام سی دقیقه طراحی شما برمیگرده و شما ادامه اون رو میتونید طراحی کنید شاید برای شما سوال پیش بیاد که ما چرا این سی دقیقه رو پنج دقیقه نکنیم تا هر پنج دقیقه یک بکاپ برای ما بگیره تا طراحیامون از دست نره اگه ما بخوایم زمان رو به یک دقیقه یا پنج دقیقه تبدیل کنیم سیستم ما خیلی درگیر میشه و ممکنه به سیستم ما خیلی فشار بیاد و سرعت نرم افزار بیاد پایین پس استاندارد ترینش برای سیستم های معمولی همین سی دقیقه است تا هر سی دقیقه یک بار یک بکاپ رو برای ما بگیره یعنی در دقیقه 59 طراحی ما 30 دقیقه اول اون ذخیره شده و 29 دقیقه اون ذخیره نشده زمانی که 59 دقیقه به 60 دقیقه برسه 30 دقیقه دوم برای ما ذخیره شده یعنی عملا یک ساعت از طراحی ما داخل سیستم بکاپ گیری شده با بقیه تنظیمات کاری نداریم میریم سراغ قسمت چهارم ما که قسمت لایسنس ها هستن اونها رو باز میکنیم تا اطلاعات رو با هم ببینیم همونطور که ملاحظه میکنید لایسنس هایی که داخل نرم افزار وجود داره تماما روشن هستن و تیک اونها باید روشن باشه زمانی که شما ریست رو کلیک کنید نه تنها تنظیمات کتی به حالت اولیه برمیگرده تمام لایسنس های ما هم خاموش میشن پس توجه داشته باشید زمانی که ریست رو کلیک کردید حتما برگردید و تمام این لایسنس ها رو روشن کنید تا داخل طراحیتون به مشکل نخورید. سربرگ دوم سربرگ دیسپلی هستش که تنظیمات ظاهری نرم افزار کتیا رو برای ما انجام میده شما اگه بخواید تغییراتی داخل ظاهر نرم افزار کتیا به وجود بیارید از قسمت دیسپلی میتونید این کار رو انجام بدید رنگ بندی های مختلفی که وجود داره رنگبندی بندی فولی ها و رایبندی ارورها رو میتونید اینجا تغییر بدید. در قسمت سوم های ورودی و خروجی نرم افزار کتیا دیده میشه. انواع فرمت های مختلف اینجا وجود داره که میتونید از اون فرمت ها استفاده کنید. پس برای تنظیم فرمت ها از قسمت سوم استفاده می‌کنید قسمت چهارم که پارامترها هستن. قسمت‌های قبلی در رابطه با اینها توضیحات مختصری رو دادیم. این قسمت تنظیم پارامترها و یکه های مختلف نرمافزار کتیار رو برای ما نشون میده ببینید این قسمت رو میلیمتر رو برای ما نوشته ما میتونیم یکه های مختلفی رو اینجا انتخاب کنیم و از اونها استفاده بکنیم میتونیم یکه های نرم افزار رو به متر تبدیل کنیم و تمام اندازه های نرم به متر تبدیل میشه استاندارد ایزو داخل نقشه کشی به ما میگه که از میلیمتر استفاده کنیم پس ما از میلیمتر استفاده میکنیم تا به مشکل بر نخوریم قسمت آخر اتصال سخت افزار به نرم افزار کتیا رو نشون میده برای مثال ما برای استفاده از پرینترهای سه بودی باید پرینتر سه بودی رو به نرم افزار کتیا متصل کنیم برای این کار ما میتونیم از قسمت آخر استفاده کنیم و پرینترمون رو به نرمافزار افزار کتیا متصل کنیم نه تنها ما میتونیم پرینتر رو اتصال بدیم تمام سخت که نرم افزار کتیا با اونها کار میکنه میتونیم به نرم کتیا کتیم متصل کنیم تا از اونها استفاده کنیم این پنج قسمت بالایی که داخل نرم افزار کتیا وجود داشت تنظیمات عمومی و کلی نرم کتیا بودن قسمت های پایین تنظیمات مربوط به محیط های مختلف نرم کتیا است که شما به مرور زمان باید این تنظیمات رو یاد بگیرید و اگه نیاز بود از اونها استفاده کنید بعد از اینکه تنظیمات کلی نرم کتیار ما یاد گرفتیم، من روی دکمه ریست کلیک میکنم تا پنجره ریست رو با هم بررسی کنیم. قسمت اول، قسمت دوم و قسمت آخر برای ما مهمه. قسمت اول به ما میگه که همون محیطی که داخلش هستیم ریست انجام میشه و ما بقیه قسمت‌های تنظیمات ریست نمیشن. قسمت دوم محیط‌هایی که ما انتخاب کردیم ریست میشن و قسمت آخر تمام قسمت تنظیمات کتیا برای ما ریست میشه و به حالت اولیه در میاد پس ما نمیخوایم ریست کنیم و من این ضرب رو کلیک کنم تا پنجره ریست برای ما بسته بشه من پنجره تنظیمات رو هم میبندم و وارد تنظیمات دوم نرم افزار کتیا میشیم و قسمت کاستومایز رو من کلیک میکنم تا یک پنجره دیگه نرم افزار کتیا برای ما باز بشه و تنظیماتش رو به شما توضیح بدم بعد از اینکه پنجره کاستومایز برای ما باز شد پنج سربرگ مهم این قسمت قرار داره که ما باید از اونها استفاده کنیم و یاد بگیریم که چه کاری برای ما انجام میدن ببینید شما به عنوان یک طراح حتما با چند تا محیط مختلف و محیط خاص نرم افزار کتیا کار میکنید و ما بقیه محیط های نرم افزار کتیا برای شما کاربردی ندارن همونطور که قسمت‌های اول به شما گفتم، یا بیش از 100 محیط فعال داره که میتونیم از اونها استفاده کنیم. ولی ما از تمام این 100 محیط استفاده نمی‌کنیم و چند تا از محیط‌های خاص نرمافزار مد نظر ما هستش. ما می‌تونیم محیط‌های پرکاربرد نرمافزار رو انتخاب کنیم و برای ما به صورت گلچین شده انتخاب بشه. من مثلا محیط اسکچر رو انتخاب می‌کنم که خیلی کاربردیه و محیط فوتو استودیو رو انتخاب می‌کنم برای مثال. محیط پارت دیزاین رو انتخاب میکنم بعد از اینکه این سه محیط رو انتخاب کردیم من پنجره کاستماایز رو میبندم قسمت استارت رو انتخاب میکنم همونطور که میبینید در بالای قسمت استارت اون سه تا محیطی که من انتخاب کردم کلشین شده و دیگه نیاز نیست که از قسمت مکانیکال دیزاین پارت دیزاین و اسکچر رو انتخاب کنیم و مسیرمون طولانی بشه ما سری استارت رو میزنیم و اسکچ رو کلیک میکنیم تا وارد محیط اسکچر بشیم پس این کار ما رو خیلی سریع میکنه شما به عنوان طراح حرفه‌ای باید این کار رو برای خودتون انجام بدید تا محیط کتیا به صورت شخصی سازی شده برای خودتون به وجود بیاد. سربرگ دوم ساخت یک محیط جدید داخل نرمافزار افزار نرمافزار نرم, نرم کتیا یک نرم افزار اوپن است و شما میتونید با برنامه نویسی کردن یک محیط جدید رو برای خودتون طراحی کنید. پس فقط این محیط ها نیستن که داخل نرم افزار ها وجود دارن خیلی از طراح ها برای خودشون یک محیط جدید رو به وجود میارن و از اون محیط استفاده میکنن پس ما فعلا با این محیط کاری نداریم و نمیخوایم محیط جدید درست کنیم قسمت بعدی قسمت طول بارس هستش که ما میتونیم از این قسمت یک جعبه ابزار جدید برای خودمون به وجود بیاریم و ابزارهای دلخواه خودمون رو داخل اون جعبه ابزار قرار بدیم مثلا شما میتونید ابزار پاکت رو داخل جعبه ابزار قرار بدید ابزار فرمولا رو داخلش قرار بدید از قسمت